در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا و در لابلای گزارش ها از افغانستان و جهان. 48% کاهش در تولید مواد مخدر و 19% کاهش در کشت کوکنار در افغانستان. ادامه ی عدم توافق بین روسیه و ایالات متحده در عملیات سوریه و نتایج از بحث مقامات دو طرف در مورد تأمین مسئولیت ها. 13 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و گزارش از نخستین مناظره نامزدان دموکرات در این انتخابات. سلام دوستان، با برنامه خبری امروز چهارشنبه 22 ماه میزان سال 1394 هجری خورشیدی که برابر می شود با 14 ماه اکتبر سال 2015 میلادی خوش آمدید. من احمد سیرزیا به اتفاق همکارانم در استودیوی مرکزی تلویزیون آشنا از واشنگتن دی سی بر این برنامه میزبان شما هستیم. کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان برای اولین بار در جریان 5 سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. در گزارش امروز که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به همکاری تکنیکی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تهیه شده آمده است که کشت مواد مخدر نظر به سال گذشته 19% کاهش داشته و تولید تریاک نسبت به سال گذشته 48% کاهش یافته است. با گفته وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در بخش تخریب مزارع کوکنار 40% افزایش نسبت به سال 2014 میلادی نیز به میان آمده است. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید در سال 2015 میلادی 97% از مجموع کشت کوکنار در افغانستان در زونهای جنوب شرق و غرب که با تهدیدات بلند امنیتی روبرواند صورت گرفته است. یک بار دیگر میخواهم از طریق این تریبیون توجه جامعه جهانی را در راستای کمک به خاطر از بین بردن و محو مواد مخدر در افغانستان مبذول داشته تا باشد افغانستان آری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر داشته باشیم. اما اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که حفظ دستاوردهای موجود در راستای مبارزه علیه مواد مخدر و تشدید تلاش‌های جدی در سطح ملی و منطقه‌ای بستگی دارد. اندری اویتسن، رئیس منطقه‌ای این اداره میگوید نیاز است تا مبارزه و هماهنگی در این راستا بیشتر ایجاد گردد. ما امیدواریم وضعیت امنیتی بهبود یابد تا در بخش مبارزه بر ضد مواد مخدر با حکومت افغانستان دستاوردهای بیشتری داشته باشیم. یافته های این گزارش همچنان نشان می دهد که ولایت هلمند با 86.443 هکتار مزارع کوکنار هنوز هم در صدر ولایت های قرار دارد که در آن بیشترین مقدار کوکنار کشت می گردد. در فیسبوک تلویزیون آشنای صدای آمریکا امروز از دوستان نظرشان را در مورد دلیل اساسی کاهش در کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان پرسیده بودیم. از جمله دوستانی که نظر دادند، محمد الدین همدرد از کابل نوشته است: جنگ متواتر و ناامنی در ولایات سرحدی جنوب و جنوب غرب باعث کاهش تولید مواد مخدر شد، چون مردم نتوانستند به زرع کوکنار بپردازند. باز محمد منگل از کابل نوشته: این آمار به نظر ایشان درست نیست و اگر باشدم این یک مجری خوب برای امنیت و ثبات افغانستان است. با معذرت از سایر دوستانی که در صفحه فیسبوک ما نظر دادن سپاسگزاریم. از شما نیز می‌خواهیم که نظریاتتان را در مورد مطالب و موضوعات پست شده در فیسبوک با ما شریک بسازید و با پسندیدن صفحه فیسبوک ما تازه‌ترین خبرها و مطالب جالب را نیز دنبال نمایید. آدرس این صفحه است facebook.com/voatvashna. سالانه افغانستان به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار محصولات زراعتی وارد می‌کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که این آمار تکان دهنده است و حکومت تحت اداره‌اش در نظر دارد که افزایش میزان محصولات زراعتی این کشور را جدی بگیرد تا هم فرصت‌های کاری ایجاد شوند و هم مسئولیت غذایی تأمین شود. آقای غنی که در 15مین نمایشگاه بین‌المللی زراعتی کابل و روز جهانی زنان روستایی سخنرانی می‌کرد، گفت که دولت افغانستان متعهد به حمایت از بخش زراعت است و قرار است 650,000 تن محصولات زراعتی مورد نیاز اردوی ملی و پلیس ملی این کشور نیز از تولیدات داخلی خریداری شوند.
ما بالای گندم امسال زیادترین تعداد جلسات گرفتیم. بدبختانه هنوزم امسال ما شاید مجبور شویم که 600 هزار تن گندم وارد کنیم. قیمت واردات بسنجین خواهرها و برادران، هر تن را که وارد میکنین مانایشیست که 500 در جیب زاری افغانستان نمه، در جیب سرمایه دار افغانستان نمه، در جیب صنعتکار زراعتی افغانستان و بالاخره در جیب مستهلک افغانستان نمه. بنان یک پالیسی منسجم ایجاد تخم اصلاح شده ضروری است. رئیس جمهور غنی تعهد کرد که حکومتش به توسعه زراعت به گونه جدی توجه خواهد کرد و در نظر است که تا 4 سال آینده آبهای افغانستان تنظیم شوند تا بیش از این هدر نروند. او همچنان تاکید کرد که آن محصولات زراعتی که توسط زنان تولید می شوند نیز تقویت خواهند شد تا سهم زنان در اقتصاد افغانستان تثبیت گردد. رئیس جمهور غنی امروز با رئیس و اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان هم دیدار کرد. در این دیدار احمد علی جبرائیلی اعلامیه کنفرانس ملی حمایت علما از تحکیم صلح در افغانستان را قرائت کرد و گفت علما جنگ در مقابل مردم و حکومت افغانستان را از لحاظ دینی شرعاً حرام دانسته و از قربانی‌های ملت و ارگان‌های امنیتی افغانستان که برای دفاع از کشور و منافع ملی خدمت به اسلام، مسلمانان و تأمین صلح و ثبات تلاش می‌کنند تقدیر و حمایت کرده است. در اعلامیه همچنان تاکید شد که نظام افغانستان از پایه‌های مستحکم مشروعیت برخوردار است و علمای افغانستان حاضرند تا در هر گونه مناظره‌ای که در آن مشروعیت نظام افغانستان بازمون کشیده شود اشتراک ورزیده و در روشنایی آیات قرآن و احادیث نبوی حقانیت دینی دولت و مردم افغانستان را به اثبات برسانند. همچنان قرار است فردا پنجشنبه مورخ 23 میزان گرد همایی حدود 3000 نفری علما و روحانیون تحت نام تقبیح بغاوت دشمنان صلح و ثبات مردم افغانستان در کابل برگزار شود. شاهراه کابل کندهار برای روز سوم به خاطر جنگ در حومه شهر غزنی مسدود باقی مانده است. صدها مسافر هنوز هم به دلیل مسدود بودن شاهراه کابل کندهار در ساعات نوغی، شهباز، نانی، ملانو، بابا و ولسوالی‌های قره‌باغ و مقر ولایت غزنی گیر مانده‌اند. جهت اخذ تازه‌ترین معلومات در مورد جنگ غزنی صحبت داریم با محترم جنرال امین الله امرخیل که اکنون از طریق تلفن با ما در تماس مستقیمند. آقای امرخیل سلام بر شما، تشکر از وقتتان. جنگ هنوز در کجا ادامه داره و چرا شهرهای کابل کندهار هنوز مسدود باقی مانده؟ سلام علیکم به شما و به بیننده‌ها و شنونده‌های محترم. طور که به شما معلوم است دو روز میشه که ما به حیث قبندان امنی ولایت غزنی معرفی شدیم و در مسیر که شما نقاطی که از اوی عدوار شدیم در اینجا تقریبا در روز حرکاتی که از ولایت همجوار داشت دشمن و خطوط بسیار مدافع را تاسیس کرده بودن، خصوصا در نقطه شهباز و نانه و تا قره‌باغ، یا متاسفانه اینجا بعضی پلهایی که بودن او را هم تخریب کرده بودن و از دو جنای این مسیر که خانه و جنگلزار است از خانه مردم تیرکشار ایجاد کرده بودند و بالای نیروهای امنیتی یا جنگ آغاز کرده بودند و روچکار هم یا تخریب کرده بودند. امروز خوشبختانه با عملیات‌های که مشترکی که در او اردوی ملی، پلیس ملی، پلیس محلی و قطعات خاص پلیس و کماندوی وزارت دفاع در تفاهم و هماهنگی خاص که قمندان صاحب قول اردو هم امروز تشریف آورده بودند ولایت غزنی و والی صاحب و تمام هیئت رهبری ولایت غزنی که در خطوط اول جبهه هم ما حضور داشتیم، امروز که شب گذشته 2 بجه عملیات آغاز شد و در این مسیر الا ولسوالی مقر خطوط دشمن مکمل گویده شد و تلفات سنگین وارد شده. آقای در پایه مسئولیت ولایت غزنی امروز مسیر شهرها باز شده و ما توسط لودر و کرن بازی وسایلی که اونجا عریق کرده بودن او را هم از اون مسیر. آقای امرخیل جنرال سر با معذرت، ما شنیدم که شما میگین که شهرها باز شده امروز، درست است؟ در ساحه مسئولیت ولایت غزنی باز شده، بله. اکنون اما در کل شهرهای کابل کندهار مسدود است، بله؟ شایعات هست و راپورهای ناتایید شده است که در ولایت زابل هم
بعضی از پلچک ها و پل ها از طرف دشمن تخریب شده، امکان داره دو مسیر مشکل باشه. اما همین نقاط که شما یاد آور شدین، در اینجا دشمن سرکوب شده، خطوط دشمن با تلفات سنگین پس در هم شکسته و این یا تصفیه شده و پلچک ها را هم که یا تخریب کرده بودن او ساحات ما توسط لادر و که بعضی معانی که بود و معانی که بود چیش پاکسازی شده. بله، وزارت داخلی افغانستان دو روز پیش گفته بود که طالبان را در 24 ساعت در غزنی سرکوب میکنن. آیا فکر میکنین که طالبان سرکوب شده و غزنی دیگر مورد تهدید قرار نداره جنرال سپ؟ در نقطه که یا سرد ایجاد کرده بوده و میخواستن که ولسوالی مقر و ولسوالی قره‌باغ سکوت بته، اینجا سرکوب شده. اما تحرکات و راپور هست که در بعض استقامت های دیگر یا تحرکات داره و حضور دارن، در اونجا هم دولت متوجه هست. اما او تهدیدی که بود طبعا با جنگ شمار تلفات نیروهای شما شمار تلفات نیروهای شما غیر نظامیان و طالبان اگر کوتاه بگوین تا چه حد رسیده؟ ما خوشبختانه هیچ نوع تلفات نداشتیم. امروز یک نفر از اردوی ملی شهید شده بود و یک نفر باز زخمی بود. خوشبختانه هیچ تلفات از پلیس ما نداشتیم و از دیگر قطعات و جسام ها که دیگه عملیات بود و دشمن همین روز با چند قمندان از کشته شده 22 نفر یا تلفات باشد. تشکر جنرال صاحب امرخیل، تشکر از وقتتان. کامیاب باش. در اثر انفجار یک بم در دفتر کار امجد فاروق کاوسا عضو پارلمان پاکستان حداقل 7 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. تا کنون فرد یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است که در ساحه دیره تونسه ایالت پنجاب امروز رخ داد. اما طالبان پاکستانی در سالهای اخیر بمبگذاری‌های متعدد را علیه مقامات آن کشور انجام دادند. امجد کاوسا که عضو پاکستان مسلم لیگ از حزب حاکم نواز شریف است، هنگام وقوع این انفجار در دفتر کارش حضور نداشت. وزارت داخله ترکیه میگوید که رئیس پلیس استخبارات و امنیت شهر انقره را به خاطر انفجارهای اخیر در آن شهر که جان 97 نفر را گرفت از پست‌هایشان برکنار کرده است. در اعلامیه وزارت داخله ترکیه آمده است که مسئولین امنیتی انقره در تلاش برای کمک با روند تحقیقات حمله روزشنبه از وظایفشان سبکدوش شدند. برکناری مسئولین امنیتی انقره ساعات پس از آن اعلام شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر ناکامی نهادهای استخباراتی آن کشور به خاطر جلوگیری از حملات روزشنبه اعلان کرد و دستور انجام تحقیقات در این مورد را داد. در یک رویداد دیگر، احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه در مورد گزارش‌ها مبنی بر کمک تسلیحاتی آمریکا به کردهای سوری و سفیر ایالات متحده در ترکیه شکایت کرد. آقای اوغلو گفت که خطر آن وجود دارد که سلاح آمریکایی به دست حزب کارگران کردستان یا PKK افتد و از آن علیه ترکیه استفاده شود. از سوی دیگر، مقامات وزارت دفاع ایالات متحده و روسیه مذاکرات بیشتر را امروز چهارشنبه روی تدابیر حفظ مسئولیت عملی خیش حین پرواز در مأموریت‌ها در سوریه ادامه می‌دهند. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده گفت که برای جلوگیری از فاجعه هوایی در میان جت‌های روسی و ایالات متحده توقع یک توافق سریع دارد. تفصیل بیشتر را همکارم در گزارش دنبال کرد. مقام‌های دفاعی ایالات متحده و روسیه قرار است در مورد تعیین فاصله میان تیاره‌های روسی و آمریکایی در حریم فضایی سوریه و انتخاب زبان محاوره میان پرسنل هوایی هر دو کشور امروز مذاکره کنند. وزارت دفاع ایالات متحده دیروز بیان داشت که تیاره‌های جنگی روسیه و آمریکا هفته گذشته در جریان انجام حملات هوایی در سوریه تا فاصله 16 کیلومتری با یکدیگر نزدیک شده بودند. اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که توقع دارد تا مذاکرات امروز هرچی زودتر به نتیجه برسد. در حال پیشرفت روی موضوعات مسلکی در رابطه با روسیه در حریم هوایی هستیم. من توقع دارم آنان در این مذاکرات در مدت کوتاه به نتیجه برسند. آنان تا حال به نتیجه نرسیدند. به زودی ملاقات میکنیم و انتظار میبرم که سریعاً به نتیجه برسند. آقای کارتر همچنان بیان داشت که در مأموریت حملات هوایی ایالات متحده بر مواضع گروه دولت اسلامی در سوریه تغییر نخواهد آمد و از روسیه خواست تا با اقدامات نظامیش که او آن را یک استراتژی ناکام خواند توقف بدهد. اما علادین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران گفته است که ائتلاف ضد دهشت افغانی که ایالات متحده آن را رهبری میکند در بدست آوردن نتایج مطلوب ناکام بوده و باعث شده است که راه را برای مداخلات باز کند.
آقای بروجردی در جریان سفرش به سوریه که قرار است امروز با مقامات آن کشور در دمشق ملاقات کند، همچنان بیان داشت که همکاری ایران با روسیه، سوریه و عراق در مبارزه با دهشت افغانی در منطقه موفق می باشد. تنش روی جنگ سوریه در حال جریان دارد که استفن دیمستورا نماینده خاص ملل متحد برای سوریه با منظور یافتن راه حل سیاسی پس از ملاقات دیروزش با مقامات روسی قرار است امروز به واشنگتن سفر کند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. دوستان، و اکنون هم برمیگردیم به خبرهای مرتبط با افغانستان. و همونطور که وعده کردیم، روند کاهش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان را بررسی میکنیم. این کاهش در افغانستان چگونه و او هم به یک بارگی و میان آمده است؟ عامل اساسی کاهش چی بوده میتونه؟ و جهت بررسی گزارش امسال خواستیم با محترم هاشم وحدتیار، سخنگوی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان که همکنون در استودیوی کابل حضور دارند، بحثی داشته باشیم. آقای وحدتیار، سلام بر شما و تشکر از وقتتان. عامل اصلی و یا هم اساسی کاهش در کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در سال 2015 در افغانستان چه بوده است؟ تشکر. سلام خدمت شما و بینده های محترم تلویزیون آشنا. علت ها در مورد تولید که 48% در سال 2015 کاهش آمده، علتش این بوده که اول دهقین آن مقدار زمینی که هر سال کشت می کرد و از او حاصل می گرفت، حاصلات خوب سالهای قبل می داشت، امسال حاصل خوبی نداشت برای دهقین. مثلا اگر در یک متر 20 بوته از کوکنار کشت می شد و از او حاصل می گرفت، امسال در حدود 10 بوته بوده که از اونا حاصل گرفته شد. مسئله دومش به خصوص در قسمت در ولایت نیمروز، نبودن آب و کم بودن آب باعث از این شد که در تولید کاهش پیدا شود. مسئله سومی است که دهقین وقتی که امسال مواد مخدر را کشت میکنن، به سال در عین زمین اگر کشت میکنن، طبعا که حاصلشان خوبتر نمیباشد. 5-6 سال قبل اونا مثلا در از یک هکتار زمین در حدود 40 کیلوگرم تریاک را حاصل برس می آورد، اما امسال در حدود 18 کیلوگرم مواد مخدر را از حاصل گرفتن از آقای وحدتیار مزارع ایشان. پس علتشان، بله، می خواستم امیر بگویم که علتش بیشترن رویدادهای طبیعی بودن، نه تلاش های بیشتر. بله، در قسمت تولید یک مقدار طبیعی بوده و یک مقدار محو بوده، چون شما ببینید که در کشت مواد مخدر هم کاهش آمده، در حدود 19% در کشت آمده و او از کم بودن کشت هم باعث از این شد که در تولید کاهش آمده و دیگه محو شد. در حدود 50% افزایش پیدا شده، ببخشید 40% افزایش در محو که از طرف پلیس انجام شد، افزایش پیدا شده و این باعث از این شد که در تولید کاهش پیدا شود. سالهای قبل در حدود 2700 یا 2800 هکتار زمین توسط آقای وحدتیار، با معذرت، من صحبت شما رو باید قطع بکنم، وقتی از شما چند هکتار زمین محو شد؟ بله، دانستیم که گفتین 40% کاهش در کشتزار به میان آمده. جغرافیای کشت کوکنار در افغانستان مگر گسترش یافته؟ یعنی سال گذشته 15 ولایت آری از کشت کوکنار بود، در حالی که در سال روان تنها 14 ولایت شاهد کشت کوکنار نبوده. ارقام داده شده شما تا چه حد واقعی و قابل توجیه بوده میتونه آقای وحدتیار؟ خب، سه چیز خدمت شما عرض بکنم. اول ای که سروی که دفتر ملل متحد انجام میده توسط ساتلایت میباشه و خیلی دقیق میباشه که توسط تصاویر گرفته میشه و برازو ارقام ارائه میشه. مسئله دومی است که سال گذشته که 15 ولایت آری از مواد مخدر بود، امسال ولایت بلخ که سال گذشته آری بود، امسال آری نشد، به خاطر از اینکه در یک ولسوالی بلخ به نام چمتال
مواد مخدر کش شد و آن در حدود 200 هکتار زمین کش شد که از آری بودنشان برآمد. با آنقدر مقدار زیاد کش نشده. در 5 ولایت که در جنوب هست بسیار زیاد مواد مخدر که کش میشد در اونجا کاهش آمده. در هلمند که بزرگترین ولایت که در افغانستان مواد مخدر زیاد کش میشه و تولید میشه 16% مواد مخدر پایین آمده. اما باز هم در سطح بالا قرار داره هلمند. در شمال هم یک ولایت برق بود. آقای بعدجار با معذرت، من این سوال میخواستم از شما پرسیدم. بله، چرا هلمند باز هم در صدر قرار داره؟ چرا با وجود موجودیت یک قل اردوی اردوی افغانستان با تمام تدارکات و وسایلی که در خدمت در اون ولایت قرار گرفته، چرا باز هم هلمند در صدر قرار میگیره؟ در حالی که ناامنی اگر دلیلش باشه، ناامنی بیشتر در ولایات دیگه افغانستان هم وجود داره. خب چند علت داره. اول، ناامنی در دیگه ولایت‌ها هم وجود داره، اما در هلمند بسیار زیاد وجود داره. دوم، ولایت هلمند بسیار زیاد یک ولایت بزرگ هست و از نگاه اقلیم و آب و هوا یک ولایت خوبتره برای کشت مواد مخدر. هست. سومی است که ولایت هلمند زیادتر سرحدشان با پاکستان و یک نزدیکتر به ایران هست که در اونجا مواد مخدر کشت میشه، تولید میشه و قاچاقبرای بزرگ در اونجا وجود داره. مثلا گردی جنگل یک نقطه است که مشترک بین ایران و پاکستان و افغانستان است که تمام لابراتوارها و بیشترین لابراتوارها در اون مرز قرار داره که با آسانی میتونه که کشت، تولید و از اونجا قاچاق بکنه به پاکستان، به ایران یا از طریق ایران و پاکستان قاچاقش بکنه به سایر کشورهای منطقه. و تشکر آقای وحدتیار، تشکر از اینکه به استودیوی ما تشریف آوردین. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر می خواهید از آن چه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر می خواهید از مطالب با خبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت. مقامات ایران پس از یک سال بالاخره اعلام کردند که جیسن رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست، از سوی یک محکمه در آن کشور مجرم شناخته شده است. اما آنان جزئیات بیشتر در این مورد را نشر نکردند. علی رضاییان، برادر جیسن، در یک مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا گفت ناممکن است تا دانست که چرا تهران برادرش را که تابعیت آمریکا و ایران را دارد مجرم شناخته است. وکیل مدافع جیسن رضاییان نیز هیچ معلومات از چگونگی حکم جرم نداشته و حکم محکمه را نیز ندیده است. آنان تنها 20 روز دارند تا استیناف طلب شوند. کاملا ناممکن است تا دانست که آنان چرا این کار را در برابر جیسن کردند. او مدت 14 ماه است که زندانی می باشد و حدود 10 هفته از محاکمه وی می گذرد. این در حال است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است جیسن رضاییان ممکن در تبادل با آزادی ایرانی هایی که در ایالات متحده زندانیان آزاد شود. 5 رقیب پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب دموکرات برای اولین مناظره رو در روی خود در شهر لاس ویگاس حضور یافتند و روی بخشی از مسائل از جمله سوریه، پالیسی انرژی و کنترل سلاح بحث و مناظره کردند. تحول برجسته در این مناظره لحظه غیر منتظره توافق میان هیلری کلینتون کاندید پیشتاز و رقیب اصلی وی سناتور ایالت ورمونت یعنی برنی ساندرز بود که باعث افزایش نظرسنجی ها شد. مسئله مورد بحث طولانی استفاده کلینتون از ایمیل خصوصیش در زمانی که وزیر خارجه بود را احتوا می کرد. اجازه دهید بگویم که این ممکن است سیاست خوبی نباشد، اما به باور من خانم وزیر درست میگوید و آن این که مردم آمریکا از موضوع این ایمیل ها خسته شدند. در مورد ایمیل کافی است، بیایید در مورد مسائل واقعی که آمریکا با آن مواجه است صحبت کنیم. اما میان کاندیدان اختلاف نظر شدید در قسمت آنچه که ایالات متحده باید در مورد سوریه در پی مداخله روسیه انجام دهد وجود داشت. و من فکر میکنم این برای ایالات متحده بیش از حد مهم است که برای آقای پوتین واضح سازد که بودن او در سوریه قابل قبول نیست و اینکه باعث هرج و مرج و مسلح ساختن مردم به نمایندگی از بشار الاسد میگردد. و من هر کاری را که توانش را داشته باشم انجام میدهم تا مطمئن شوم که ایالات متحده درگیر مشکل دیگری مثل عراق نشود.
که بدترین اشتباه سیاست خارجی در تاریخ این کشور بود. والی سابق ایالت مریلند نظر متفاوتی داشت. من خیلی سریع به ابزار نظامی روی نمی آورم. خانم وزیر، من باور دارم که در این مقطع زمانی ایجاد حریم ممنوع فضایی در سوریه اشتباه خواهد بود. والی سابق رود آیلند گفت رأی مجلس سنا با کلینتون در حمایت از جنگ عراق هنوز هم یک مشکل بوده است. هنگامی که هیچ ثبوت واقعی از سلاح‌های کشتار جمعی در عراق وجود نداشت، من میدانم، زیرا من کار خانگیم را انجام دادم. سناتور سابق ویرجینیا یکی دیگر از اولویت‌های سیاست خارجی را مطرح کرد. اگر شما خواهان محل هستید که در آن ما نیاز به تمرکز روی استراتژی ملی خود داریم، بزرگترین تهدید استراتژیک که ما در حال حاضر داریم هم فصل روابط ما با چین است. خانم کلینتون ساندرز را به حفاظت از تولید کنندگان اسلحه متهم نمود که مباحث کاملا متغایر روی موضوع کنترل اسلحه نیز در این مناظره جریان داشت. در مورد جو بایدن معاون رئیس جمهور که انتظار می رود به زودی تصمیم بگیرد تا در رقابت ها شرکت نماید، خیلی کم صحبت گردید. لیلا ما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. صدها عسکر اسرائیلی امروز به خاطر جلوگیری از موج اخیر حملات فلسطینیان و تامین امنیت در مناطق مختلف آن کشور با نیروهای پلیس پیوست. کابینه اسرائیل صبح امروز اعلام کرد که به پلیس آن کشور اجازه داده شده تا همه ساحات اساس و مورد منازعه را در بیت المقدس مسدود کنند. از جانب دیگر در یک اعلامیه که توسط دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز نشر شده آمده است که در صورت حمله فلسطینیان به شهروندان اسرائیلی حق سکونت دائمی مهاجمین در بیت المقدس مسترد شده و ملکیت آنها نیز ضبط خواهد گردید. در تازه‌ترین موج خشونت‌ها دیروز یک فلسطینی دو اسرائیلی را به ضرب گلوله کشت. نیروهای اسرائیلی نیز در ماه جاری میلادی حداقل 29 فلسطینی به شمول 8 کودک را کشتند. ټول د حقیقت په لټه کې دي. د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري. برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک په امریکا غږ د یوې ډاډمنې خبری سرچینې په توګه اعتبار لري. مردم اخبار جامعه جهان را می خواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم می سازد. موثق، معتبر و جامع در زمان رسالت ده. وال هم گزیده ای از خبرهای جالب و دیدنی جهان را همکارم خدیجه الکوزی تقدیم می کند. 3, 2, 1, go! امریکا در شمال ایالات متحده امریکا 16 رقابت حمل همسر برگزار شد که در آن 30 زوج از فلوریدا، کارولینای جنوبی و کلرادو اشتراک کرده بودند. در این رقابت سام و استیفن برنده اعلام شدند که نخستین شرکت آنها در این رقابت بود. رقبا در این دور مسابقه را با 278 مانع پشت سر گذاشتند. در این رقابت جوایز نیز مد نظر گرفته شده بود. روسیه جشنواره سالانه بین المللی روشنایی چراغ در شهر مسکو به پایان رسید که در این جشنواره نه روزه هنرمندان سراسر جهان آثار خود را با روشنایی چراغ های ساختمان ها به نمایش گذاشته بودند. هزاران نفر از دیدن نو محله که با چراغ‌های مختلف طراحی شده بود لذت بردند. این پنجمین جشنواره چراغ‌های رنگارنگ در مسکو بود. آمریکا در جشنواره بین‌المللی بالون فیستا، بالون‌های رنگارنگ در آلباکورکی ایالت نیو مکزیکو آمریکا با پرواز درآمد. در این جشنواره نه روزه صدها بالون حرارتی توجه را جلب کرده بود. در این جشنواره بیش از 100,000 علاقمند و پیلوت از 22 کشور شرکت کرده بودند تا این پروازها را تجربه کنند. نخستین جشنواره این نوع بالون ها در سال 1972 با 13 بالون برگزار شده بود. هند بیش از 50 صاحب سگ در یک روز ملی سگ‌ها و حیوانات خانگی خود را با لباس‌هایی که توسط صنعت دست ساخته شده بود در یک پارک جنوب شهر بنگلور به نمایش گذاشته بودند. این نمایش به مناسبت 146 سالگرد مهاتما گاندی، شخصی که در استقلال آن کشور نقش کلیدی داشت، برگزار شده بود. یکی از اهداف این رویداد توجه به تجارت صنایع دستی در منطقه به شمار می رفت.
این بود خبرهای دری. تا برنامه بعد، خدا یار و یاور شما. تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان. داشتن تلویزیون دنن مقام با پختو خراونه که پا افغانستان که پلومری زل ده کوکنارو پا کرکیل او ده تریاکو پا تولید که ده پاموار کموالای را غلی ده. آیا دا یو لوی بدلون بللی شو؟ متحده ایالات او روسیه پا سوریه که خکر پا خکر دی نوولی پا مسئولیت بانده ده بحث لپاره ملاقات کری. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست ټاکنو ته دیار لسمیاشتې پاتې دي. د دموکرات ګوند کاندیدانو لومړنۍ تلویزیونی مناظره وکړه، په کومو مسلو یې خبرې کړې دي. د آشنا تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه درنو لیدونکو ماښام مو په خیر. ترکی چارواکو د سوری کردانو ته د امریکا لخوا د څه د پاسه سلو ټنو وسلو او مهماتو د احتمالي ورکړې له امله شکایت کړی. د کوکنارو په کرکیله کې کموالی او د امنیت سره د تړاو په هکله ستاسو نظرونه هم شریکوو. د نن چهارشنبې په خپرونه کې کورني، سیمه ییز او نړیوال خبرونه هم ځای کړ شوي دي چې تاسو یې لیدو ته رابولم. زه برېښنا عمرخیله یم. هر کال افغانستان د 3 میلیارد ډالر په ارزښت زراعتي محصولات واردوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي دا شمیر ټکان ورکوونکی دی او حکومت په پام کې لري چې د هیواد زراعتي محصولاتو ته جدي پاملرنه وکړي او د محصولاتو اندازه زیاته کړي، څو کاري فرصتونه رامنځته شي او هم خوراکي مسؤلیت تامین شي. ښاغلی غنی چې په کابل کې 15 نړیوال کرنیز نندارتون کې او د کلیوالو میرمنو نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کولې، ویل چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې د افغان ځواکونو د خوراکي موادو مصرف چې د کال 6.5 لک ټنه ته رسیږي له کورنیو کرنیزو محصولاتو څخه تامین شي. تعداد کې باسي دا نه کاری چې خندق جوړوي یا تعداد جوړوي. پخوا ډېر تعدادونه شکل سوي چې په خندقو بدل شي، نو ځکه د اعتبار فصل نشته. اما دې مرحله کې سږ کال ډېر بنیادي کارونه سوي چې نتایج به یې په راتلونکي کلو کې وکړو. او موږ ژمنه ټولو دیاکینو سره، باغدارانو سره، مالدارانو سره او پانګوالو سره دا ده چې ټول به هغوی ته لاس ورکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی همداراز ویل چې اوبه، ځمکه، اصلاح شوي تخمونه، د کار وسایل او بزګر د کرهنې اساسي عناصر جوړوي او حکومت په ټولو دغو برخو کې کار کولو او پانګونې ته ژمن دی. د افغان حکومت او ملګرو ملتونو یوه ګډه سروې ښیي چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کار او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې یا NODC چارواکو نن په کابل کې یو خبری کنفرانس کې وویل چې سږ کال د کوکنارو په کار کې 19% او د تریاکو په تولید کې 48% کموالی راغلی دی. وحیدالله فیضی په دې اکله راپور لري. د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو یوه ګډه سروې ښیي چې سږ کال د لومړي ځل لپاره په تیرو 15 کلونو کې د کوکنارو په کرکیله کې 19% کموالی راغلی دی. په داسې وخت کې چې د دغو توکو په تولید کې هم 48% کموالی لیدل کیږي. د نشه یي توکو په هکله په سږنۍ سروې کې راغلي چې سږ کال په 1.3 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي چې دا شمېر په 2014 کال کې 240,000 هکتاره و. همداشان په 2015 کال کې د اپینو تولید 3300 میټریک ټونه و چې په 2014 کال کې 6400 میټریک ټونه اپین تولید شوی دی.
یک بار دیگر می خواهم از طریق این تریبیون یو زل بیا غوارم در نشه توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې مرستې کولو ته پام وروړم، تر څو د نشه توکو د تولید کرکیلی او قاچاق څخه پاک افغانستان ولرو. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د نشه توکو او جرمونو پر وړاندې اداره وایي که څه هم سکال د کوکنارو په کرکیلې کې کمیدل یو خزیره دی، خو که چیرې روانې هڅې په ګډه سره ترسره نه شي د نشه توکو په برخه کې به شته لاسته راوړنې ثابتې پاتې نه شي. We hope very much that the security situation in the country. موږ هیله من یو چې امنیتی وضعیت ښه شي تر څو د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره ښې لاسته راوړنې ولرو. خو د ټولو سره سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تېره په کابل کې په نشه یي توکو د روغو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. دا په کابل کې د پولو سوخته سیمه ده چې پکې په لسګونو کسان هره ورځ په نشو اخته دي. شپخانه جوړی کی د متدان سم کی دوا په وک جوړسی جمعیت خدماتو کی سرباز زاویت لرو اردو تلرو دولت کلری هر څه وظیفه او کار بار ورک. خو تر ټولو دردون کی د کسانو په ډله کې په نشې توکو خزینه روګ د حمله دل کیږي. ما درد داشتم شوارم فلان شوارم بیکار بود. ما درد درلوده خاون می هموزګارو کمزور اقتصاد مو درلوده. ما ته یې وویل چې د درد ضد دی او نشه یي توکي راکړل. زه نه پوهېدم چې دا په خپله یو مرض دی. خو چارواکي په نشه د روږدو کسانو په هکله وایي تا وختي کې ما مشکلې متعدد تر هغې چې موږ په کابل ښار کې د نشیانو ستونزې اوارې نه کړو او نشیان راټول نه شي د تقاضا کچه راښکته نه شي، په دغه یو میلیونی ښار کې هر څومره چې کوښښ وکړو لکه څنګه چې لازمه ده مخه یې نه نیول کیږي. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو په ګډې سروې کې لیکل شوي چې سږ کال په 14 ولایتونو کې چې پکې کابل، اروزګان، بادغیس، غور، بغلان، فاریاب، بلخ، کونړ او سرپل شامل دي زیات کوکنار کرل شوي، حال دا چې تیر کال په 15 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو. وحیدالله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل. بلغه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د افغانستان د علماو د شورا سره ولیدل او د علماو نقش د عامه اذهانو په روښانه کولو کې مهم وګاڼه. په دې غونډه کې د علماو د شورا اعلامیه ولوستل شوه. په اعلامیه کې راغلي چې علما د افغانستان د حکومت او خلکو په وړاندې جګړه د دین له مخې حرامه بولي او د افغانستان د امنیتي ارګانونو هغه قربانۍ ستایي چې د هیواد اسلام او د سولې د ټینګښت لپاره یې ترسره کوي. ټاکل شوې ده چې سبا پنجشنبه په کابل کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو د بغاوت د غندنې تر شعار لاندې 3000 علماو په ګډون یوه غونډه ترسره شي. د امنیت په برخه کې د کندوز نه وروسته د تیرو څو ورځو راهیسې د غزنی ولایت د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. دوه ورځې سر په سر د کابل کندهار لویه لاره په غزنی کې د طالبانو لخوا بنده شوې وه. په داسې خراب وضعیت کې غزنی ته د امنیتي نوی قمندان جنرال امین الله امرخیل معرفي شوی دی. امرخیل صاحب د تلیفون له لارې زمونږ میلمه دی چې د غزنی حال راکړي. امرخیل صاحب سلامونه تاسو ته وایم او ښه راغلاست خبرونې ته. تاسو پرون غزنی ته ورسېدئ، څه مو ولیدل، وضعیت څنګه دی هلته په غزنی کې؟ سلام علیکم ټول تاسو ته او محترم هیوادوال ته السلام علیکم. لکه چې تاسو ویلې په بعضو نقاطو کې د غزنی نه چې په استقامت د قرباغ او مقر دوه څو نقطې وي چې دلته دښمن تقریبا 15 ورځې کې چې ډېر کلک خط مدافع اچولی و او په دغه دواړو مسیرو کې دلته کلي دي په دواړه اړخو کې د سړک په دې مسیر کې چې نانی او د شاهباز او د نوغي ساحې دي دلته د خلکو د کورونا تیرکشونه جوړ کړي وو. همچنان په دغه سیمه کې دوه پلونه دوی تخریب کړي وو او د خلکو موټرونه کلیانې اخیستي. خلک هم سپر جوړ کړي وو د خپلو اهدافو له خاطره دا لاره بنده وه. حتی دوی داسې هوډ کړی وو، تبلیغات او شعارات یې نشر کړي وو چې د غزنی ښار هم لکه د قندوز باید سقوط وکړي او دا فاجعه د قندوز دلته تکرار شي. بیګا شپه په مشترکه توګه چې ټول قطعات چې له کابل هم کومکي راغلي وو، د قطعات خاص کومندو د اردو، د لمونږ پولیس، محلي پولیس، په یو ډېر ښه او مشترک هماهنګي پلان جوړ شو. نن شپه مونږ 2 بجې عملیات ته شروع کړل. مشترک ډول باندې قومندان صاحب د قول اردو هم دلته راغلي وو.
تشریف راوړه و دي مونږ والی صاحب ټول رهبری په لومړی کرخه کې د مونږ سربازان سره هلته موجود و. دا خط دغه لیکه د دوی ماته شوه او درانه تلفات ورته واوښتل. هغه ټانکرونه چې دوی سوي و پلونه خراب کړي و هغه مونږ د لوډر او د اسکواتور او کرن په واسطه دغه سیمه پاکه کړه. زه تاسو ډاډ درکوم چې د غزنی په ساحه د مسؤلیت کې فعلا لاره خلاص شوه. تقریبا دوه ساعته مخکې اساسي موټر بند و، دا د کابل خواته حرکت کړی. دغه سیمې کې د دوی خطوط د زخمو مات شوي دي او درانه تلفات ورته اوښتي دي. اما یو څه دا شایعات دي موجود دي چې په زابل کې هم دوی پلونه الزولي. بله، د غزنی کومې مشخصې ولسوالۍ د اوس مهال د طالبانو په لاس کې دي او ښار ته تهدید څومره جدي دی؟ دوی خو چې دا جګړه چې مخکې بیا یې هم ګرمه جګړه هم دا شایعات او جنګ سر چې وایي د هم د مخکې تبلیغات کوي. دغسې مشکل چې دوی چې تبلیغات کوي هغسې د تهدید موجود نه و چې د غزني ولایت ته دوی سقوط ورکړي. یوازې چې د ناوې ولسوالۍ ده چې هغه تقریبا 190 کیلومتره لری ساحه ده، دغه د دښمن په لاس کې ده چې تقریبا دغه ولسوالۍ دوه کاله یا درې کاله کېږي زیات دلته د دوی تحرکات موجود دي. اما دا ولسوالۍ هم د امنیتي او استخباراتي د حکومت د پوشش لاندې ده. مونږ تقریبا شپږ اووه ولسوالۍ دي د غزني سواد تهدید لري، اما شاوخوا ته داسې جدي تهدید فعلا موجود نه ده چې د غزني ولایت ته دوی سقوط ورکړي. دولت ورته متوجه ده که تاسو راغلي دي پرون دوی شایعات اچولي. جنرال صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه هم لرم که په لنډه توګه یې ځواب راکوئ. په غزني کې د پولیسو شمیر څومره دی او ملي اردو محلي پولیس څومره دي؟ په دې د سوال ته هغه امنیتي ملحوظاتو په بنا باندې مونږ دا د تشکیلاتو په موارد کې دقیق معلومات نه ورکوو. په دې چې مونږ دغه محرمیت لري زه نشم کولی چې خپل هغه د تشکیلاتي موضوع کې تاسو ته مطبوعات کې خبر ورکړم. د غزني امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل، ستاسو د معلوماتو نه ډیره زیاته مننه. بریا مو غواړم. بلخوا په ختیځو ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې ډېریږي. ختیځ او په خاصه توګه ننګرهار ولایت د افغانستان یوه مهمه تجارتي لاره هم ده. د دې اندېښنو په جریان کې پرون ولسمشر غني د یو شمېر تجارانو او صنعتکارانو سره په ارګ کې ولیدل. د ختیځ د امنیتي او اقتصادي چاپیریال په اړه د خبرو دپاره مو ضیاءالرحمن ضیا میلمه کړی دی چې په ننګرهار کې د اقتصادي چارو تر څنګ ډېر شمېر مدني فعالیتونه هم کوي. ضیاءالرحمن صاحب سلامونه، او استودیو ته په خیر راغلئ. اول د پرونۍ غونډې حال راکړئ. تاسو یعنی تجارانو له ولسمشر غني نه څه وغوښتل په دې غونډه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه تر مخه مو په سلامونو لمانځم. زمونږ پرونۍ ناسته د ولسمشر سره د غالیو د تولید د ودې او انکشاف په باره کې وه. د هغې څخه یوه شپه مخکې جناب ولسمشر د نورو تاجرانو سره هم لیدلی وو، او زمونږ غوښتنه دا وه چې د خصوصا د غالیو په باره کې یو څه مشخص پیشنهادونه وو چې هغه بهرني مارکیټ ته لاره پیدا کول وو، او د دې تر څنګ په د مهاجرینو افغانانو قالین بافان لپاره د شهرکونو ایجادول او همدارنګه حمایوي صندوق وو. په دغه برخه کې زمونږ ورسره لیدل وو، او خوشبختانه چې ولسمشر په دې حق لباندې مشخصو او سکتوري وزارتونو ته هدایت وکړه چې په اړه برخه کې د زمکو په برخه کې هم همدارنګه د حمایوي صندوق په برخه کې په ملي بانک به وې تاسو ته قرضه درکړي، او همدارنګه د صادراتو په برخه کې به هم د ترکمنستان سره زمونږ یو سند قرارداد هم در شوی چې په نږدې وخت کې به یو هیئت هم هلته لاړ شي تر څو د کسپین بهرې د لارې صادرات په اسانه سره او ارزانه سره اروپا ته او نورو هیوادونو ته انتقال شي. بله، ضیاءالرحمن صاحب، د دې دومره ډیرو امنیتي ستونزو برسیره کوم داسې علتونه دي چې تاسو راتلونکي ته خوشبینه کوي یا خوشبینه یاستئ راتلونکي ته؟ تر هر څه مهم امنیت دی. کله چې امنیت تاسو پوهیږئ چې ننګرهار یو ستراتیژیک ولایت دی،
او امدارنګ یو امنیتی دیوال دی کپننګرا زمون په یاد دی چې د ننګرهار د سقوط سره هممهاله کابل هم سقوط کړی دی. کله چې طالبانو قندهار تر غزنی پورې راورسیدل کابل سقوط ونه کړو. کله چې ننګرهار سقوط وکړو تر ماخامه پورې د کابل تر دروازو پورې راورسیدل. نو په همدې برخه کې امنیت لومړنۍ برخه ده چې باید امنیت تامین شي او هغې ترڅنګ د صنعتکارانو دپاره چې هغه څه لازم دي په ننګرهار کې پارکونه جوړ شوي دي بدبختانه تر اوسه پورې ورته د برق توجه نه ده شوې او خاصه توجه د هغې دپاره د دولت خواهشم دا ده چې په دې برخه کې صنعتکار که اجازه راکړئ زه نورې پوښتنې هم مطرح کړم. په ننګرهار کې او په خاصه توګه په جلال آباد ښار کې اقتصادي وضع څنګه ده؟ د نوي حکومت یا نوي والي څه کارونه کړي دي؟ تر اوسه پورې هیڅ کارونه نه دي شوي او د مخکې په پرتله باندې صنعت کم شوی دی. په مجموع کې صنعتکارانو حمایت نه دی شوی. تر هغه څه چې د صنعتکارانو دپاره لازم دي هغه په ټپه باندې ولاړ دي. صادرات نشته دی نو په کارخانې ولاړې دي. همدارنګه ننګرهار سرشاره منابع لري. پخوا ډېر شوی دی او که د مخنیوي هڅې بریالۍ ښکاري ضیاءالرحمن صاحب؟ تر اوسه پورې په ننګرهار کې د اداري فساد په حق باندې خبرې کیږي د چارواکو د خوانه خو جدي تصمیم په دې حق باندې تر اوسه پورې داسې څه نه دي سترګو شوي چې د فساد مخه دې نیول شوي وي. خو ویل کیږي او هر والي چې راشي هر حاکم چې راشي هغه وایي چې موږ فساد ورکوو. تر اوسه پورې د فساد مخه تر اوسه پورې نه نیول شوي. بیوروکراسي حاکمه ده تر اوسه پورې. بله په ختیځ زون کې د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو د اتحادیې رئیس ضیاءالرحمن ضیاء ستاسو د معلوماتو نه ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. ستاسو په نظر د کوکنارو کار څومره د هیواد ثبات او امنیت سره تړلی دی؟ دا د آشنا تلویزیون په فیسبوک باندې کې زموږ د نن ورځې پوښتنه وه او د آشنا تلویزیون ځینو مینهوالو په دې هکله داسې تبصرې کړې دي. حکمت سیال ننګرهار نه لیکي د کوکنارو کښت او قاچاق د ناامنیو یو عمده عامل دی ځکه چې د مخدره موادو څخه لاسته راغلي پیسې د تروریزم د مالي منابعو د تمویل یوه ستره برخه تشکیلوي. محمد الدین امدرد له کابل نه لیکي د هیواد د ناامنیو یو عمده لامل د مخدره توکو قاچاقبران او د مافیا غړي دي. که په هیواد کې امنیت وي بیا د دې مافیایي ډلو کاروبار ته لوی زیان رسیږي. نذیر عتیل له بغلان نه لیکي د افغانستان خلک هیڅ وخت د کوکنارو شوق او علاقه نه درلوده. د کوکنارو کښت افغانانو ته چندان ګټه نه رسوي. ټوله ګټه امریکا ته رسیږي. قدرمنو لیدونکو دا ستاسو نظرونه او پیغامونه وو چې خپاره شو او موږ ترې ډیره مننه کوو. هیله ده خپلې همکارۍ ته دوام ورکړئ او خپل نظرونه د آشنا تلویزیون سره شریک کړئ. او سم سیمیز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د پارلمان د غړي سردار امجد فاروق کوسه په انتخاباتي کمپاین دفتر کې چاودنه شوې چې پکې وو کسان وژل شوي او نه ټپیان شوي دي. د پاکستان د پنجاب ایالت کې په ډیره غازی خان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړی امجد فاروق کوسه د برید پر مهال په دغه انتخاباتي کمپاین دفتر کې نه وو. چارواکي وایي تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا برید چا تنظیم کړی دی. خو د شک ګوته پاکستانی طالبانو ته نیول کیږي. بلخوا د متحده ایالاتو او روسیې دفاعي چارواکي نن چهارشنبه په سوریې باندې د خپلو الوتکو د مسؤونه پروازونو په هکله خبرې کوي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشتن کارتر وایي هغه تمه لري چې یو پروتوکول لاسلیک کړي چې د روسیې او امریکایي جت الوتکو د احتمالي ټکر نه مخنیوی وکړي. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزیر نن چهارشنبه وویل چې هیواد یې سوریې ته د پوځیانو د لیږلو پلان نه لري چې هلته د روسي ځواکونو سره اوږه په اوږه جګړه وکړي. بلخوا د ایران د پارلمان یو جګ پوړی غړی وایي چې د روسیې سوریې او عراق سره د هیواد همکاري په سیمه کې د ترهګرو په وړاندې جګړه کې ګټوره ثابته شوې ده. او په یو تازه خبر کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لوروف د روسیې پارلمان ته وویل چې متحده ایالاتو مسکو ته د پوځي استازي لیږل یا واشنګټن ته د روسیې استازي تلل رد کړي چې په سوریې کې د داعش خلاف ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي.
د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو د متحده ایالاتو سفیر ته د هغو راپورونو په اړوند شکایت کړی چې ویل کیږي د سوری کوردی ځواکونو ته چې د کوردی اغیانو سره اړیکې لري وسلې ورکړي دي. ښاغلی اوغلو نن چهارشنبه ویل چې ویره شته چې دا وسلې د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی غړو ته په لاس ورغلي وي چې د ترکیې خلاف یې استعمالوي. یو کوردی ځایي چارواکي ویلي دي چې متحده ایالات د سوریې کردانو ته چې د داعش په خلاف جنګیږي 160 ټنه وسلې او مهمات ورکړي دي. د متحده ایالاتو پوځ تیره اونۍ د سوریې کردانو ته د وسلو د ورکولو خبر نه دی تایید کړی. بلخوا نن چهارشنبه د ترکیه او فنلند جمهور رئیسانو په انقره کې هغه څلي ته د ګلو ګېډۍ کېښوده چې د جمعې د ورځې په ځانمرګي بمي بریدونو کې د وژل شویو په یاد جوړ شوی دی. متحده ایالاتو په بیت المقدس کې د اسرایلي ملکی وګړو وژنه په کلکه وغندله او د فلسطینیانو او اسرایلیانو ترمنځ تاوتریخوالی او د اړیکو د لا خړپړتیا په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه. په وروستۍ پیښه کې 8 تنه اسرایلیان او د 3 ماشومانو په ګډون 29 تنه فلسطینیان د ګڼ شمیر سیمو په پیښو کې وژل شوي دي. په سیمه کې د وروستیو تاوتریخوالي په اړه د ځینو چارواکو غبرګون به په دې راپور کې وګورو. پرون د سې شنبه په ورځ د اردن د سین په لویدیځه غاړه باندې نښتې وروسته له هغې وشوه چې د بیت المقدس او تل ابیب په ګڼ شمېر سیمو کې څو پرله پسې بریدونه وشول. دا په داسې حال کې و چې فلسطینیانو پرون د قهر ورځ اعلان کړې وه. په بیت لحم، رام الله او نورو ښارونو کې فلسطیني ځوانانو ټایرونو ته اور واچوه او په اسرایلي پوځیانو باندې د ډبرو ګزارونه کول چې په ځواب کې اوښکې بهوونکی ګاز او ربري ګولۍ وکارول شوې. په روسي ورځو کې د اسرایلو د هغه اقدام په وړاندې د فلسطینیانو غوسه اوج ته رسیدلې چې دوی پر مقدس سیمې باندې د یهودیانو د نفوذ هڅه کوي. په غزه کې فلسطینیانو د اسرایل سره د پولې پر لور لاریون وکړ. دوی د کلونو راهیسې د اسرایل په لاس محاصره وغندله او دا په داسې حال کې ده چې د حماس مشرانو د اسرایل په وړاندې د دې بریدونو ملاتړ کړی. حماس د اردن د سین په لویدیځه غاړه باندې د فلسطینیانو قهرمانانه ګامونه ستایي او دا تاییدوي چې په وروستیو عملیاتو کې شدت د دې ښکارندوی دی چې د دې پاڅون مخه نشي نیولی. د تاوتریخوالي زیاتېدل د دې باعث شو چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پارلمان بیړنۍ غونډه راوبولي. زه د فلسطینیانو د ادارې مشر ته وایم چې قاتلینو ته د اتلانو نوم مه ورکوه، او که د حماس په هڅونې او تحریک حالات ویجاړ شول نو اسلامي غورځنګ او د فلسطینیانو اداره به مسؤوله وګڼل شي. فلسطینی چارواکي بیا وایي د وروستیو تاوتریخوالو مسؤول اسرائیل دی او وایي دوی غواړي چې د جرایمو نړیوالې محکمې ته د تجدید نظر غوښتنلیک وړاندې کړي. دوی وایي چې اسرائیل پلان لري چې د الاقصی جومات لاندې خپلو حفریاتو ته دوام ورکړي چې د جومات د نړیدلو سبب ګرځي. د فلسطینیانو په وړاندې د اشغالګرو صهیونستانو ظلمونه او جرمونه کومه نوې خبره نه ده، خو دوی په دې وروستیو کې خپل بریدونه لا شدید کړي دي. سپین ماڼۍ پرونی برید چې پکې 3 تنه اسرائیلي ملکیان وژل شول په کلکه وغانده. موږ د ولسي وګړو په تلف کېدو خواشینی کیږو، که دا اسرائیلي ملکیان وي او که د فلسطینیان. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي هغه به ډېر ژر سیمې ته هم سفر وکړي. دا تاوتریخوالی او د تاوتریخوالي دپاره هڅونې باید ودرول شي. په همدې ترڅ کې نن اسرایلي پوځ خپل سلهاو سرتیري په خپلو مهمو ښارونو کې د څار او د امنیتي کنټرول پر دندې ګمارلي څو د پولیسو سره د فلسطینیانو د نویو بریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. خایسته سعادت لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسو د خوښې پر وخت که غواړئ زموږ خپرونې د دوهم ځل لپاره وګورئ، که غواړئ د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسو له چاپېریال او ژوندانه سره مستقیمې اړیکې لري، نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ. د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسو ترمنځ واټن یوازې یو کلیک دی. او ایرانی چارواکو له یو کال وروسته اعلان وکړ چې د واشنگتن پوسټ پرسپانې خبریال جیسن رضایان په هغه هیواد کې د یوې محکمې لخوا مجرم ګڼل شوی دی، خو تهران په دې اکله نور جزئیات نه دي خبرې کړي. د جیسن رضایان ورور علي رضایان د امریکا غږ فارسي څانګې سره په مرکه کې ویلي چې دی نه پوهیږي چې ایران څنګه دا کار وکړ او ولې ورور چې امریکایی او ایرانی تابعیت لري مجرم وپیژنده. د جیسن رضایان مدافع وکیل هم د
جرم د حکم پاکلا هیڅ ډول معلومات نه لري او د محکمې حکم یې نه دی لیدلی، خو هغه یوازې شول ورځې وخت لري چې د استیناف غوښتنه وکړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي چې کیدای شي جیسن رضایان د هغو ایرانیانو په بدل کې خوشی شي چې په متحده ایالاتو کې بندیان دي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره د دموکرات ګوند 15 کاندیدانو د سه شنبه په ماښام له یو بل سره په لومړی بحث کې برخه واخیستله. دغه کاندیدانو د سوریې په شخړه، د انرژۍ پر پالیسۍ او د وسلو پر کنټرول د نظر اختلاف درلود. د دموکرات ګوند لخوا د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو په بحث کې د هیلری کلنټن او برنی ساندرز ترمنځ د توافق شیبه هم وه چې تمه یې نه کېدله. نور تفصیل به په دې راپور کې وګورئ. برنی ساندرز د جمهور ریاست لپاره دیموکرات کاندید او د هیلری کلینټن تکړه انتخاباتي سیال دی. د توافق موضوع د هیلری کلینټن د ایمیلونو مساله و چې هغه د بهرنیو چارو د وزارت په وخت کې د خپل شخصي ایمیل حساب نه لیګل دي. اجازه راکړئ هغه څه ووایم چې ښایي ښه سیاست نه وي، خو زه فکر کوم چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر په دې کې په حق ده چې د امریکا خلک نور د هغې د ایمیلونو له مسالې نه ستړي او ستومانه شوي دي. هیلری کلینټن سم دل اسوویل زه هم ترنستړی او ستومانه يم. زه هم د ولسمشر کاندید برنی ساندر زیاته کړله د ایمیلونو مسأله نور بس ترازی پر هغو رښتینو مسایل باندې خبرې وکړو چې د امریکا خلک ورسره مخامخ دي. خو په دې مسأله کې چې متحده ایالات د سوری په برخه کې څه وکړي په ښکارا اختلاف نظر موجود و. زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې متحده ایالات پوتین ته سپینه خبره وکړي چې دا د منلو وړ نه دي چې په سوریه کې مداخله کوي. زه به په خپله وسه کې هر څه وکړم چې دا خبره یقیني شي چې متحده ایالات بل ستونزمنه مسأله کې راګیر نشي، لکه څنګه چې په عراق کې و. د عراق مسأله د دې هیواد په تاریخ کې د بهرنۍ پالیسۍ تر ټولو ناوړه سهوه او خطا وه. د ویرجینیا پخوانی والی جیم ویب د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې بل ډول لومړیتوب درلود. په کار د موږ د خپلې ملي ستراتیژۍ له نظره هغه ټکي ته ډېر پام وکړو چې غټ ستراتیژیک خطر ګڼل کېږي، او هغه دا ده چې موږ له چین سره د خپلو اړیکو اورولو ته توجه وکړو. د ټوپکو د کنټرول په مسله کې هغه برنی ساندرز ته اشاره وکړه دا چې د غوړی د ټوپکو صنعت خوندې وساتي او له نورو خلکو سره حساب وکړي، نه د ټوپک له جوړونکو سره. په کار ده چې موږ خپل غږ اوچت کړو او اجازه ورنکړو چې دا کار نور دوام ونه کړي. د ولسمشر کاندید برنی ساندرز چټک غبرګون وښود. زه هیلری کلینټن ته ویلی شم چې هغه کار چې مونږ ټول غواړو هغه په چغو او نارو نشي کېدلی. هغه کار دا دی چې راځي له خلکو نه ټوپک راټول کړو چې په کار ده ټوپکونه لري. د ولسمشرۍ لپاره د دیموکراتو کاندیدانو په دغه بحث کې یو سړی، یعنی د ولسمشرۍ برحال مرستیال جو بایدن، نه ښکارېده، خو د بحث په پس منظر کې احساس کېده. ښاغلی بایدن په دې غور کوي چې خپله کاندیدي د ولسمشرۍ لپاره اعلان کړي. نسیم ستانی زای د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن. او د چین د احتمالي مخنیوي په موخه د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشتن کارتر د سه شنبه په ورځ ویل چې متحده ایالات د چین سمندر په اوبو کې آزاده تګ راتګ ته ژمن دی. ښاغلی کارتر بیا بیا ویل چې متحده ایالات به د نړیوالو قوانینو په رڼا کې په دغو اوبو کې بیړۍ وچلوي او په فضا باندې پرواز وکړي. ښاغلی کارتر دا ژمنه په داسې حال کې وکړه چې هغه او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل آسترالیایي سیالانو سره په ګڼ شمیر مسلو خبرې وکړې. چین، فلیپین، ویتنام، تایوان، مالیزیا او برونای هم د چین د جنوب سمندر اوبو کې د مالکیت ادعا لري، خو چین په دغه اوبو کې د لوی برخې مالکیت غواړي. بیجنګ په دغه جنجالي اوبو کې مصنوعي ټاپوګان هم جوړ کړی دی چې د پوځي الوتکو د کیناستلو وړتیا لري. ټول د حقیقت په لټه کې دي. د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري. برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک په امریکا غږ د یوې ډاډمنې خبری سرچینې په توګه اعتبار لري. مردم اخبار جامعه جهان را می خواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم می سازد. موثق، معتبر و جامع د زمونږ رسالت ده. او په دې سره د آشنا تلویزیون د نن ماښام خبرونه هم پای ته رسیږي، خو تاسو هر وخت کولای شئ چې د آشنا تلویزیون او رادیو د فیسبوک له لارې
خپل پښتنې او نظرونه موږ سره شریک کړئ. ستاسو د ملتیا نه ډیره زیاته مننه. تر بیا مو څښتن مل.